این مدل داخل ماشین که باز میبینید که خیلی فرقی نکرده. پوزه ماشین از 2016 تغییر کرد و به این صورت در اومد. کسی بخواد مدل قبلی رو به این جدید تبدیل کنه یک کیتای بیرون میفروشن، ولی دردسر داره. یه 5-6 هزار دلار خرج کنید که ماشینتون شبیه مثلا ماشین جدیدتر بشه، شاید ارزش نداشته باشه. الان که تو صندلیش نشستم احساس میکنم صندلیش یه ذره حالت فنریت بیشتری از صندلی مال من داره. پس بنابراین با اون که ظاهر صندلی همون شکلی هست ولی راحت تر به نظر میاد. اینجا هم که اون برنامه کامپیوتر تشکیلاتش همش یکیه. اینجا هم باز دوره خیلی فرقی نکرده. الان ماشین 127 مایل شارژ باقی مانده داره و این ماشین مدل لانگ رنج همونطور که میبینید. مدل دیگرش مدل پرفورمنسه. پرفورمنس شتابش خیلی زیاده، 2.3 ثانیه است. لانگ رنج مدلی است که مسافت بیشتری رو راه میره. این از اوناست که حدود 400 مایل راه میره. مشخصی که تو این ماشین میبینم به محض که تو گاز رو ول میکنی حتی تو سرازیری میخواد وایسه، یعنی اون ریجنراتیو بریکش خیلی درجهش بالاست. مثل مال من نیست، مال من یه مدار راه میره ماشین وای میسه، اونقدر ترمز نمیکنه. ولی این ماشین حتی توی شیب هم نگاه کردم دیدم به محض اینکه ترمز رو ول میکنی، گاز رو ول میکنی، ماشین اصلا میخواد وایسه. همین الان این شیب و این جلو رو نگاه کنید، من یه ذره گاز میدم، خب حالا گاز رو ول کردم، اینجا شیب نسبتا زیادیه، گاز رو ول کردم ولی ماشین داره توقف میکنه. سرازیری هستم، نه گاز میدم نه ترمز، ولی ماشین راه نمیفته، باید گاز بدم تا راه بیفته. این نشون میده که این سیستم ریجنراتیو بریکش رو قوی تر کردن که ماشین بیشتر تو سرازیری و اینجور جاها شارژ بکنه. برای شتاب، اندازه‌گیری شتاب یا حالا نشون دادن شتاب، دوربین رو وصل میکنم به یه جورایی به پایه که وقتی شتاب میگیرم معلوم بشه. هم فیلم برداری میکنم منظره رو، همین که بعضی جایی گازی میدم که ببینید که شتابش چجوریه. این فکر میکنم شتاب 0-100ش 3.5 ثانیه است، به خاطر که مدل لانگ رنجه، ولی شتاب مدل پرفورمنسش 2.3 ثانیه است. حالا ببینید اینجا مثلا کاملا میکنه ماشین، 0.1 ثانیه هم تغییر نداره، یعنی پاره که رو گاز میدید ماشین شلیک میشه. ماشین بوی نوعی میده، همه چیش یه ذره هنوز مثل که روون نشده مثل ماشین من. و میگم مشخص ترین چیزش اینه که ترمز چرخش به محض اینکه پاره رو گاز هم داری ماشین اصلا میخواد ترمز کنه. الان یه دونه امتحان میکنم، الان گاز میدم، 1-2-3 گاز رو ول کردم. ماشین وایساد، یعنی واقعا با ماشین تستا شما فقط با یک پدال گاز لازم بازی کنید، ترمز خیلی کم به کارتون میاد مگه اتفاق ناگهانی بیفته. این مدل قبلا اسمش بود P100D که 100ش کیلووات بود، دی هم یعنی که دو موتوره، دوال موتور، یه موتور عقب داره یه جلو.
الان دیگه تسلا مدل 1 کیلووات نمیذاره. یه علتش هم اینه که اوایل که گذشته بود هر کیلووات در مدل S نزدیک 3 مایل راه میرفت. الان همون مدل 100 کیلوواتی نزدیک 400 مایل میره. یعنی هر کیلووات 4 مایل راه میره. بنابراین دیگه این شماره ها خیلی معنی نداره. برای همین ورشته به دو مدل تبدیل کرده. مدل عمل کرد یا پرفورمنس که شتاب خیلی زیاد داره و مدل لانگ رنج که میتونه مسافت زیاد بره. دیگه چیز دیگه نذاشته. ازش شاید هم اینو به خاطر این کرده که لوسید موتور داره به زودی میاد به بازار. به نظر من تنها رقیب تسلا شاید لوسید باشه که یه سریشون هم از مؤسسین و مهندسین سابق تسلا تشکیل شدن. باز هم همون شرکت وایس تکنولوژی که ما کار میکردیم، یعنی اینجا میشه دیدش. یه شتاب اینجا میزنم ببینید. امیدوارم که تو ویدیو قشنگ شتاب مشخص افتاده باشه. بازم آدم توی این خیابونه باریک میترسه یه موقع یکی بپره بیرون یه اتفاق بیفته. حالا تو اتوبان هم بعدش اینه که نمیشه وایساد و راه افتاد، مگر در شروع حالا ورودی یا خروجی ببینیم که موقعیت چی میشه. الان این جلو علامت ایسته. من دیگه پام رو گاز برمیدارم، فقط همین. حتی الان اینجا سرازیر شده ولی ماشین قبل از استاپ اصلا وایساد، فقط با گاز ندادن. لوسید داره مدل 110 کیلوواتی میده بیرون. اینا برای اینکه اون مزیتشو از بین ببرن دیگه اسم کیلووات رو ماشین نمیذارن. از اون طرف هم خودشون هم دارن مدل S رو تبدیل به 110 میکنن به زودی، و حتی شایعه که از دو موتور تبدیل به 3 موتور بشه. حالا با چه مشخصات اینا هنوز هیچ جزئیاتی بیرون نیومده. آقای ایلان ماسک معمولا دوست داره همه رو سورپرایز کنه. خب اینجا دوباره من یه شتابی سعی میکنم بزنم، اول ماشین رو صاف کنم که نپیچه یه دفعه. دوباره سعی میکنم وارد اتوبان شتاب بگیرم. البته ماشین جلومه، شاید زیاد جالب نشه. این شتاب از سرعت 30 مایل شروعش است. 1 2 3 باز پاره رو گاز برداشتم که ماشین جلوی نخوره. الان ماشین رو اتانومس درایور گذاشتم. میگه دست تو بذار رو فرمون. این گوه که زد باقیت این بود که دست رو فرمون باشه، ولی دستم با کمترین فشاری ببینم ماشین خودش چیکار میکنه. داره بین دوتا خط میره فعلا. سرعت 60ه. یه ذره بره به طرف خط میره، کنترلش رو به دست میگیر. نمیدونم چرا من الان زیاد نگرفتم اینو استفاده بکنم، چون ماشین خودم نداره. اینه که الان میذارم وقتی میخواد از خط بره بیرون فقط اختار میده که کنترل دستت بگیر. نمیدونم چجوریه که خودش نمیپیچه. شاید باید این کاری بکنم که هنوز یاد نگرفتم.
از این که دیدم که اتونومس درایوینگ ماشین کار نمیکنه، دیدم یه پیغامی میده که فرمون، کنترل فرمون رو باید به کار بندازی تو ستینگ. رفتم تو اونجا دیدم اصلا همچین چیزی وجود نداره. با دوستی که ماشینش اتونومس درایوینگ داره تماس گرفتم، طریقه کار رو بهم گفت، ولی وقتی که دیدم نداره مطمئن شدم که این ماشین رو برادر ما که خریده آپشن اتونومس درایورش رو نخریده، چون کلن اصلا ماشین باز نیست و اگرم همچین چیزی رو ماشین دیده چرا استفاده نمی کرد. وقتی ازش پرسیدم اصلا نمیدونست ماشین داره یا نداره. علاقه میتونه در این خانواده در این حد باشه که یکی اینجوری در بیاد یکی اونجوری در بیاد. خلاصه این ماشین نداره، ولی یه آپشن $10,000 سافر هم هست، یعنی شما فقط کافیه بدید تو تسلا $10,000 بدید و این سافر میفرستن به ماشینتون، ماشینتون بلافاصله هاردورش رو همه داره، تمام سخت افزار دوربینا همه تو ماشین هست، فقط $10,000 میدید نرم افزار راه میفته و ماشین شروع کنه کار کردن. تسلا یه خوبیش اینه که روز اول که میخرید هر چی که هست فرق نمیکنه، ماشین روز به روز میتونه بهتر و بهتر بشه. هر هفته یه ده روزی یه بار یه آپدیت نرم افزاری براش میاد، میاد تو خود ماشین یه چیزی رو بهتر میکنه، دو تا چیزو بهتر میکنه، سه تا چیزو بهتر میکنه، و این چیزیه که اون ماشینتون یک سال بعد از که خریدید با یه ماشینی که همین الان اگر از یک سال پیش تو گاراژ مونده بود و هیچ آپدیت نشده بود، ماشین شما از اون ماشین بهتر خواهد به این علت که هی مرتب آپدیت میگیره و بهتر و بهتر میشه. این هم از این. خب حالا جای دوربین رو گذاشتم بغل پنجره که شتاب مشخص‌تر باشه، یه شتاب 0.60 مایل اگر بذارن دوستان میخوام بریم ببینیم چه جوری میشه. من اینجا بپیچم اول مسیر صاف گیر بیارم، فعلا صاف نیست. سرعت 35 مایل، باز 60 مایل ما رو بگیرن بد جور میشه. اینجا یه ثانیه وای میستم و راه میفتم. نه بازم ماشین روبرو میاد نمیشه. صدای موتور به خاطر دو موتوره بودن این ماشین نسبت تو ماشین من که یه موتور هست یک ذره یه چند دسیبلی بالاتر هست. اینو من میتونم فرقش رو احساس کنم، چون ماشین خودم صبح تا شب رانندگی میکنم میتونم احساس کنم این یه ذره چون دو تا موتور داره صداش بیشتره. پرهای HP که حتما معرف حضورتون هست، اون پیش آقای پکرده که سالها پیش مرده، این تمام زمینای اونه. اینجا که داریم رد میشیم تا چندین شاید کیلومتر زمین های ایشونه که خود همین زمین ها ارزش عجیب غریبی داره. مدته ایشون هم بالای 90% پولش رو داده برای خیریه و یه چیزی بوده 8 میلیارد دلار گذاشت برای خیریه، 80 میلیون دلار هم گذاشت برای 4 تا فرزندش، فرزندی 20 میلیون دلار، 8 میلیارد دلار برای سازمان خیریه سازمان پکرد که خیلی چیزای خیریه رو حمایت میکنه.